آیا خوردن برنج باعث افزایش چربی شکمی میشه؟ مطمئنم این سوال شما هم هست. جالب بدونید بعد از خوردن غذاهای مانند برنج سفید و نون سفید بلافاصله سطح قند خون بالا میره و خوردن غذاهای حاوی کربوهیدرات تصفیه شده ترشح انسولین رو افزایش میده و انسولین ذخیره سازی گلوکوز و چربی رو بالا میبره. از این رو استفاده از برنامه غذایی که سرشار از کربوهیدرات تصفیه شده باشه باعث افزایش ذخیره چربی در بدن میشه برای مثال اگه شما یه بشها برنج سفید بخورید و پشت کامپیوتر بشینید بدنتون دچار کمبود گلوکوز نخواهد شد و در این شرایطی گلوکوز برای ذخیره سازی وارد سلولهای عضله میشه و به عنوان چربی ذخیره میشه در تحقیقی که روی سه هزار زن و مرد انجام شده نحوه توضیح چربی بررسی شده و به این نتیجه رسیدن افرادی که بیشتر از سه وعده از غلات کامل استفاده میکنن و تنها کمتر از یک وعده از کربوهیدرات تصفیه شده مثل برنج سفید مصرف میکنن به طور قابل ملاحظه چربی شکمی کمتری دارن نسبت به افرادی که از کربوهیدرات های تصفیه شده بیشتر استفاده میکنن از این رو خوردن غلات کامل به جای کربوهیدرات تصفیه شده توصیه میشه همچنین در سال 2010 تحقیق انجام شده که نشون میده جایگزین کردن برنج قهوه‌ای به جای برنج سفید میتونه خطر ابتلا به دیابت نوع دو رو کاهش بده و به تنظیم وزن هم کمک بکنه چون بعد از خوردن برنج قهوه‌ای انسولین کمتری ترشح میشه که خطر ابتلا به دیابت نوع دو رو کاهش میده اما لازم به ذکر این نکته هم بگم فواید برنج قهوه ای به این معنا نیست که افرادی که دارای دیابت هستند با خیال راحت روزی سه وعده برنج قهوه‌ای میل کنند با ما همراه باشید برمیگردید